تأثیرگذارترین سخنان کارل مارکس، فیلسوف، اقتصاددان، روزنامه‌نگار، تاریخدان، یکی از معماران اصلی جامعه شناسی مدرن و بنیانگذار سوسیالیسم انقلابی، تقدیم شما بزرگواران. سیاستمداران اگر با هم توافق کنند داراییمان را می‌دزدند و اگر به اختلاف برسند جانمان را. آزادی زنان معیار سنجش آزادی جامعه است. تحقیر زن یکی از ویژگی‌های اساسی تمدن کنونی است. هیچ کس به اندازه خود مرد از اسارت زن مجازات نمی شود. آزادی از جمله تجملاتی است که هر کسی توان کسب آن را ندارد. ملت را از تاریخشان دور نگه دارید، در آن صورت به راحتی کنترل می شوند. تنها با کمک حس آزادی است که اجتماع می تواند بار دیگر به اجتماع انسان‌هایی تبدیل شود که برترین نیاز خود یعنی تشکیل یک دولت دموکراتیک را محقق سازند. فرمانروایان شما همدست دزدان شدند، زیرا دزدان را برای سرقت یک سکه یا نیمی از یک سکه پول به دار می‌آویزند، ولی با کسانی که همه چیز را به سرقت می‌برند و با اطمینانی بیش از دیگران دزدی می‌کنند همکاری دارند. این ضرب المثل صادق است که دزدان بزرگ دزدان کوچک را به دار می‌آویزند. زمانی خواهد رسید که خورشید فقط بر دنیایی از انسان‌های آزاده خواهد تابید، زمانی که هیچ کس اربابی جز عقل را نخواهد شناخت. زمانی خواهد رسید که جباران و بردگان، کشیشان و ملعبه‌های سبک مغز و ریاکار ایشان دیگر در جایی به جز اوراقی از کتاب تاریخ و یا صحنه‌های نمایشی وجود نخواهند داشت. انسان محصول شرایطی است که در آن بلوغ و بالندگی می‌یابد، پس خود را از هیچ انسانی برتر و در عین حال حقیرتر مپندار. دین ناتوانی ذهن انسان برای مقابله با حوادثی است که قادر به درک آن نیست. اگر یک فکر احمقانه را حتی 5 میلیارد نفر قبول داشته باشند، باز هم آن فکر احمقانه است. منطق همیشه وجود داشته، ولی نه همیشه به شکلی منطقی. تا زمانی که جامعه شغل شرافتمندانه‌ای برای روحانیون پیدا نکند، این گروه مفتخور سربار و انگل اجتماع انسان خواهد بود. همه به خدا احتیاج دارند، پولدارها برای حفظ ثروت و فقرا برای تحمل محرومیت. اولین شرط خردمندی انتقادی نگریستن به خود است. پول وفاداری را به بی‌وفایی، عشق را به نفرت، نفرت را به عشق، فضیلت را به شرارت، شرارت را به فضیلت، خدمتکار را به ارباب، ارباب را به خدمتکار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبدیل می کند. انسان برای به دست آوردن دارایی ها خود را می فروشد تا آنچه دیگری دارد را صاحب شود، ولی هیچ وقت نمی فهمد که هرچه بیشتر به دست آورد از خودش کمتر باقی می ماند. آیا نخستین وظیفه جویندگان حقیقت این نیست که یک راست بی آنکه به چپ و راست نظر افکنند به سوی خود حقیقت پیش بتازند؟ آیا گفتن حقیقت در قالب فرمایشی و تحمیلی در حکم از یاد بردن آن نیست؟ حقیقت چنان نور از فروتنی بدور است. و تازه در برابر چه کسی باید فروتن باشد؟ در برابر خود؟ حقیقت دروغ و نادرستی را رسوا می سازد، پس آیا نباید بر ضد دروغ باشد؟ هیچ کس نمیتواند ادعای مبارزه برای برکندن و الغای مجازات اعدام را داشته باشد بدون آنکه عمیقاً خواستار دگرگونی سیستمی گردد که منشأ و منبع تغذیه جرم و جنایت در جامعه می باشد. زندگی بیش از هر چیز مستلزم خوردن، نوشیدن، مسکن داشتن، پوشیدن و بسیاری چیزهای دیگر است. از این رو نخستین کنش تاریخی تولید خود زندگی مادی است. شرط بنیادی کل تاریخ است که امروز همچون هزاران سال پیش باید به طور روزانه و هر ساعت انجام گیرد. پول خدایی است که به چشم می‌آید. همه ویژگی‌های انسانی و طبیعی را به متضادشان تبدیل می‌کند و سردرگمی عمومی و وارونگی چیزهاست. پول چیزهای ناسازگار را کنار هم می‌نشاند. پول فاحشه همه‌جایی و دلال محبت جهانی میان انسانها و ملت‌هاست. فلاسفه تاکنون در پی تفسیر جهان به طرق مختلف بودند، در حالی که هدف فلسفه تغییر جهان است، نه تفسیر آن. انسانها خود سازندگان تاریخ خیشند، ولی نه طبق دلخواه خود و در اوضاع و احوالی که خود انتخاب کردند، بلکه در اوضاع و احوال موجودی که از گذشته به ارث رسیده است و مستقیما با آن روبرو هستند. شعائر و سنن نسل‌های مرده چون کوهی بر مغز زندگان فشار می‌آورد. سرمایه‌دار چون هر برده‌دار دیگری می‌خواهد کارگرش تو سریخور، نوکرصفت، اندوهگین، به لحاظ اخلاقی موجود آستانبوس و شکرگزار و از نظر مذهبی زحمتکشی متواضع و فروتن باشد. تولید چیزهای مفید خیلی زیاد منجر به تولید انسانهای بیفایده خیلی زیاد می شود. تنها پادزهر برای رنج روحی درد فیزیکی است. هیچ کس مخالف آزادی نیست، حداکثر مخالف آزادی دیگران است. مذهب آه شکسته در گلوی محرومان رنج دیده و ریشخند دنیای سنگدلی است که زاییده روح بیجان شرایط اجتماعی می باشد. دین افیون ملت هاست. آگاهی انسان نیست که هستی او را تعیین می کند، برعکس هستی اجتماعی اوست که آگاهیش را تعیین می کند. هنر همیشه و همه جا اعتراف پنهانی و در عین حال حرکت جاودانه زمانه خود است. انسان محصول شرایطی است که در آن بلوغ و بالندگی می‌یابد. دین ناتوانی ذهن انسان برای مقابله با حوادثی است که قادر به درک آن نیست. نویسنده برای اینکه بتواند زندگی کند و بنویسد باید پول به دست آورد، اما به هیچ وجه نباید برای کسب درآمد زندگی کند و بنویسد. از زمان قابیل دنیا به وسیله مجازات نه ارعاب شده و نه اصلاح. این شهوت سیریناپذیر سودجویی و این اشتیاق مداوم به صرافی خصلتی است مشترک بین سرمایه‌دار و کسی که نقدینه اش را زیر لحاف پنهان داشته است، ضمن اینکه ذخیره کننده سرمایه‌دار ابله است و سرمایه‌دار ذخیره کننده عاقل. کارل مارکس متولد 5 می 1818 متوفی 14 مارس 1883، فیلسوف، اقتصاددان، جامعه شناس، ژورنالیست و سوسیالیست انقلابی بود که در منطقه پروس واقع در آلمان کنونی در خانواده ای از طبقه متوسط به دنیا آمد. مارکس به علت افکار انقلابیش تابعیت خود را از دست داد و بیشتر عمر خود را در لندن سپری کرد، جایی که اندیشه های خود را به کمک انگلز متفکر آلمانی پرورش داد و آثار متعددی از جمله کتاب معروفش در سال 1848 به نام مانیفست کمونیست را منتشر کرد. آثار او تأثیر بسیاری بر تاریخ فکری، اقتصادی و سیاسی داشته است. نظریه‌های مارکس در مورد جامعه، اقتصاد و سیاست که روی هم به عنوان مارکسیسم شناخته می شود، بیان می کند که پیشرفت جوامع انسانی از طریق مبارزه طبقاتی حاصل می شود. مارکس به عنوان یکی از اثرگذارترین شخصیت‌های تاریخ انسانی به شمار می رود و کارهای او هم مورد تحسین و هم مورد انتقاد قرار گرفته است. تلاش‌های او در اقتصاد زیربنای بیشتر شناخت فعلی از کار و ارتباط آن با سرمایه را پایه‌ریزی کرد. بسیاری از اندیشمندان، اتحادیه‌های کارگری، هنرمندان و احزاب سیاسی در سرتاسر جهان تحت تأثیر کارهای مارکس قرار گرفتند. از مارکس به عنوان یکی از معماران اصلی جامعه شناسی مدرن و علوم اجتماعی یاد می شود. یادش گرامی. سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که با لایک و کامنت های خود ما را در پیشبرد اهداف کانال تابش حق حمایت می کنید.